جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی گفت دستور عملیات گسترده برای یافتن بازماندگان این حادثه را صادر کرده است. من دستور عملیات گسترده ای را دادم و به سازمان ملی جستجو و امدادرسانی ملی گفتم برای یافتن قربانیان و لاشه این هواپیما تلاش کنند. امدادگران اجساد دست کم 40 مسافر هواپیمای ایرباس را که گفته می شود با 162 مسافر در روز یک شنبه در دریای جاوه سقوط کرد پیدا کردند. همچنین خطوط هواپیمایی ایر آسیا در بیانیه‌ای اعلام کرد قطعاتی شامل جلیقه‌های نجات، چمدان و یکی از درهای اضطراری این هواپیما در منطقه پیدا شده است. بامبنگ سولیستویو رئیس سازمان ملی جستجو و امداد اندونزی گفت امدادگران می توانند هر شیئی را از عمق دریا بیرون بیاورند. عمق آب در منطقه که این قطعات رو پیدا کردیم 25 تا 32 متر، یعنی غواصای ما میتونن هر شیئی رو از عمق آب بیرون بیارن. به گزارش خبرگزاری ها در جستجوی هوایی سایه‌ای در زیر آب دیده شده که به نظر میرسد لاشه این هواپیما باشد. هواپیمای ایرباس 320 متعلق به شرکت هواپیمایی مالزیایی ایر آسیا روز یکشنبه با 162 مسافر و خدمه در مسیر پرواز 2 ساعته از اندونزی به سنگاپور در ساعت 7:24 دقیقه صبح به وقت محلی تماس خود را با برج مراقبت از دست داد. حدود 30 کشتی، 15 هواپیما و 7 هلیکوپتر از کشورهای اندونزی، استرالیا، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی و آمریکا در عملیات جستجو در منطقه‌ای به وسعت 16000 کیلومتر مربع شرکت کردند. به گفته مقام‌های اندونزیایی، خلبان هواپیما لحظاتی قبل از قطع تماس با برج مراقبت اجازه خواسته بود برای خروج از میان توده ابرهای طوفانی در ارتفاع بالاتری پرواز کند. مقام‌های اندونزیایی می‌گویند این درخواست به علت پرواز هواپیماهای دیگر در ارتفاع بالاتر رد شد و از خلبان خواسته شد محدوده هوایی طوفانی را دور بزند. کارشناسان می‌گویند رد درخواست خلبان‌ها برای تغییر ارتفاع در هوای طوفانی در این منطقه سابقه دارد. به گفته ایر آسیا، بازرسی فنی از این هواپیما در اواسط ماه نوامبر گذشته انجام شده بود. به گزارش ایرباس نیز، این هواپیما در بیش از 13000 پرواز، حدود 23000 ساعت پرواز انجام داده بود. همچنین، گفته می شود خلبان این هواپیما قبل از پرواز برای ایر آسیا 10 سال خلبان جنگنده های هوایی بوده است. او 20000 ساعت تجربه پرواز داشت که بیش از 6000 ساعت آن خلبان ایر آسیا بود. بابک شایی، صدای آمریکا.